پی نوشت. دولت تدبیر امید در لایحه بودجه سال 99 صادرات روزانه حدود 800 هزار بشکه نفت را پیش بینی کرده است. این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی میگوید نفتیه، نمیخواهم بگویم که صادرات نفت به چه مقدار ناچیزی تنزل پیدا کرده که دشمنان خوشحال بشوند. اما حتی کشورهای دوست هم جرأت ندارند از ایران نفت بخرند. پی نوشت. روزی ملا نصرالدین به بچه‌ها میگه هر کسی بگه توی این کیسه چی دارم، یکی از گردوهای توی کیسه رو بهش میدم. راستش کشورهای دوست و برادر و همسایه مثل سوریه و عراق و یمن و لبنان که بابت نفت دریافتی از ایران پول پرداخت نمی‌کردن. تازه جایزه این نفت رایگانم چند گونی اودلار می‌گرفتند. محمد خاتمی در دیدار با مجمع ایثارگران گفت اگر ایراد و اشکالی هم در جمهوری اسلامی داریم، باید ببینیم چگونه بدون لطمه به اصل جمهوری اسلامی با نگه داشتن اصول و معیارها میتوان اعلام نظر و راهگشایی کرد. سید خندان همچنین باز تکرار کرده جایگاه رهبری را باید ارج نهاد. این جایگاه سبب می شود در پیشامدهای ناگوار ناگهانی کشور از بحران به در آید. در مورد اخیر باید بسیار سپاسگزار رهبری بود که با موضع گیری خود امواج مخرب سازمان داده شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند. پی نوشت. و آنگاه احمد خاتمی زانو زده، عرق از پیشانی پاک کرده و به نشانه احترام عمامه از سر برداشت. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در اعتراض‌های اخیر بسیج و سپاه بدون سلاح به میدان آمدند. در مقرهای ما اسلحه بود، اما نیروهای ما در خیابان بدون اسلحه بودند. علی خامنه‌ای رهبر موقت جمهوری اسلامی با پیشنهاد دبیر شورای عالی امنیت ملی برای دادن عنوان شهید به شماری از شهروندان عادی که بدون داشتن هیچگونه نقشی در اعتراضات آبان ماه جان باختند موافقت کرده است. پی نوشت. پس اگر به گفته سردار رشید اسلام حاج علی آقای فدوی نیروهای سپاه و بسیج بدون سلاح بودند، پس این کشته شده ها که رهبر عظیم و شأن انقلاب با عنوان شهید بودنشان موافقت کردند، قریب به یقین به دست فرشتگان الهی کشته شدند. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد هرگز نمیگذاریم جز لبخند چیزی بر لبان ملت ما نقش ببندد. پی نوشت. لطفاً با لبخند وارد شوید. لبخند بزنید. رئیس جمهور تدبیر و امید نمیدانست جمعه بنزین سهمیه بندی می شود. لبخند بزنید. وزیر ارتباطات دستش روی دکمه فیلترینگ و قطع اینترنت نرفته و هیچ نقشی هم ندارد و این 10 روز بر او 10 سال گذشته. لبخند بزنید. رهبر نظام دستور قتل عام ملت را صادر نکرده، تازه ایشان میخواهند به مقام شهادت برسانندتان. لبخند بزنید. شیخ اصلاحات شما را به جشن شرکت در انتخابات دعوت کرده. لبخند بزنید که در جمهوری اسلامی زندانی عقیدتی نداریم و وزیر امور خارجه تان پروفسور حقوق بشر است. مجتبی میردامادی امام جمعه موقت اصفهان گفت هر کس علیه شورای نگهبان و عزیزانی که چیزی از دنیا جز انجام مسئولیت نمیخواهند سخن بیجایی گفت، در روز قیامت مورد مجازات قرار خواهد گرفت. پی نوشت. خدا خیرت بده عاشق مجتبی، خودت گفتی سخن بیجا، پس اگر سخن بجا بگن مشکلی نیست. خب حالا با این فتوا هر کس هر چی دلش خواست بگه، نظام مقدس هم باش کاری نداره. اگه به جا بود که هیچ، اگه هم بی جا بود اون میمونه و اوستا کریم و قیامت و یه دست سفید زنجونی.
حسن روحانی رئیس جمهور تدبیر امید با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران گفت که عده‌ای از معترضان بیگناهند و همین طوری دستگیر شدند. پی‌نوشت: خیلی ها همین طوری شکنجه شدند. خیلی ها همین طوری تیر خوردند. خیلی ها همین طوری کشته شدند. و به گفته علی مطهری یه افتضاحی شده، ولی باید به گونه اون رو جمعش کرد که یک وقت اصل نظام آسیب نبینه. پی نوشت: